سلام به همه شما عزیزان کانال مستر استوری. امروز میخوام براتون قسمت ششم داستان سرگذشت نگار که بر اساس واقعیت هست و خانم نگار برامون فرستادن رو براتون تعریف کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد. نگار داستان ما که حسابی عاشق و دلباخته یاسر بود، با این عشق روزهاش و شب و شبها رو روز میکرد. 2 سال به همین منوال گذشت و الان نگار داستان ما 19 سال است. اگه تا الان عضو کانال ما نشدید، حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. زنگوله کنار اون رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. اگه فکر میکنید که خودتون یا اطرافیانتون روایت یا ماجرای جالبی دارید، میتونید به آدرس تلگرام ما که توی دیسکریپشن براتون گذاشتیم بفرستید تا ما اونو با بقیه به اشتراک بذاریم. بریم ادامه داستان سرگذشت نگار رو بشنویم. 2 سال تموم عاشقانه پیش هم بودیم و دیگه جدا نشدنی از هم. دیگه 19 سالم شده بود و ندا بچه دومش رو باردار بود. آرش دیگه 3 سالش میشد. امیر عزیز دلم 14 سالش بود و وابستگی ما بیشتر شده بود. محمد و سحر جدا شده بودن و سحر نامزد کرده بود. دیگه بدون هم حتی لباس هم نمی خریدیم. همه جا با هم بودیم. مامان یه چیزایی شنیده بود. حتی چند تا از همسایه ها ما رو دیده بودن. اما برام تفاوتی نداشت. وجود یاسر به همه چیز می ارزید. تا اینکه برام یه خواستگار از یه خانواده خیلی خوب و سرشناس اومد. هیچ ایرادی نداشتن. باید جواب میدادم. اصرار امین، بابا و مامان تمامی نداشت. دیگه داشتن دیوونم میکردن. 19 سالم بود. درس هم که نمیخوندم. هر بهونه‌ای میآوردم غیر منطقی. تصمیم گرفتم به یاسر بگم. اون روزا خیلی رفت و آمدم زیر نظر مامان بود. مادر دوستم قرار بود از مکه بیاد و من و دوستم برای خرید لباس برای مادرش رفتیم بیرون. اون رفت لباس بخره و منم با یاسر رفتم. ندا در جریان بود. طبق معمول یاسر رفت سمت ویلا. وارد که شدیم نشستیم روی مبل راحتی. یاسر نشست کنارم و میخواست دکمه هامو باز کنه که گفتم یاسر میخوام باهات حرف بزنم. به پشتی تکیه داد و گفت بفرما خانوم. دستاشو تو دستم فشردم و گفتم چند وقته با همین؟ گفت خیلی وقته، 2 سال بیشتره. چطور؟ گفتم یه خواستگار خیلی خوب برام پیدا شده. خانوادم خیلی دارن به هم فشار میارن. گفت خوب؟ گفتم خوب نداره که، بالاخره چی؟ من هر بهونه ای آوردم قبول نمی کنن. دارم دیوونن می کنن. ابروهاشو بالا برد و گفت خب اگه خانواده خوبی و پسر خوبیه چرا جواب منفی میدی؟ اولش فکر کردم داره شوخی میکنه. به بازوش زدم و گفتم مسخره بازی در نیار. من جدی دارم صحبت میکنم. گفت خب منم جدیم. من شرایط ازدواج ندارم. گفتم چه شرایطی؟ مهم منم که با همه چیت کنار میام. تو که منو میشناسی، دختر بی منطقی نیستم. انقدرم دوستت دارم که بهت فشار نیارم. حتی واسه کوچکترین چیز. دستتو موهاش کشید و گفت نگار من نمیگم تو بدی، ولی واسه ازدواج من مناسب نیستی. هیچ وقت خانوادم قبول نمیکنن من برم بگم زنم حسابدار سابق حسنی بوده. یا من و تو 1000 بار رفتیم پیش رفیقم. اگه من قصدم با تو ازدواج بود هیچ وقت نمی بردمت اونجا. یا هر وقت وقت می شد بیارمت اینجا تو ویلا. خانواده ما اینطوری ازدواج نمی کنن. هرچی تو دنیا غم بود یهو ریخ روی سر من. چی می شنیدم؟ 2 سال تمام به خاطر علاقه و عشقم بهش هیچ کوتاهی نکرده بودم. به خاطرش از با ارزش‌ترین چیزام گذشتم. ولی اون میگفت منو برده دفتر دوستش چون تصمیمش ازدواج نبوده. حالم از خودم به هم میخورد. فقط نگاهش کردم. بلند شدم و کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون ویلا.
نمیشد پیاده رفت. خارج از محل سکونت بود. به ناچار سوار ماشینش شدم. خودش هم سکوت کرده بود و فقط صدای زرف رو زیاد کرد. عینک آفتابیمو زدم تا اشکامو نبینه. حرفاش تو سرم بود. ما فقط دوست بودیم و من به زور هیچ کاری نکردم. اگه بوسیدمه چون خودت خواستی. تو حتی مخالفتی واسه رابطه نداشتی. بغلت کردم، بغلم کردی. تو حتی خانواده تو هزار بار پیچوندی و اومدی بیرون، تا چالوس اومدی، تا هزار جا، تا قم با من بودی. چطور میتونم همچین دختری رو واسه زندگیم انتخاب کنم؟ ما انتخابو میذاریم به عهده مادرم. اون میپسنده یه دختر نجیبو. ما هم میگیریم. زنداداشام هم همینطور گرفتن. اشکام دیگه اشک نبود. سیل بود. فقط به بیرون خیره شده بودم. من از رو عاشقی و عشق پاکم هر کاری کرده بودم. واسه راضی نگه داشتن و رضایتش و اینکه کمبودی از جانب من نباشه هر کاری کرده بودم. واسه اینکه مطمئنم کرده بود آینده ما با همه. هیچ چیز دیگه به هم نگفت. تو خیابون نگه که داشت بدون حرفی پیاده شدم و یاسر رفت و رفت. حتی نرفتم دنبال دوستم و مستقیم رفتم خونه ندا. جایی رو نداشتم. تا رفتم داخل و ندا چشمای قرمزم و دید ترسید و هول کرد بیچاره. خواهر باردارم رنگ و روش پرید. رفتم تو بغلش و از ته دل به حال خود بدبخت حقیرم گریه کردم. دلم برای خانواده با آبروم و خودم که حتی با پسر جز یارسر صحبتم نکرده بودم سوخت. حالت تهوع گرفته بودم. آرومتر که شدم همه چیز رو این بار بدون سانسور برای ندا گفتم و گریه کردم. اونم گریه کرد و گفت چقدر ما زنها بیچاره ایم. احساس و عشقمون رو پای هوس و بی‌حیایی میذارن. چقدر خواهرم قصه خورد و تازه یادش اومد که امیر اونجا تو اتاق خوابیده. شکر خدا خواب بود و چیزی نفهمیده بود. ندا به مامان زنگ زد و گفت من اونجا. خواهرم دستش به جایی بند نبود و خودم هم دیگه چیکار میخواستم بکنم. رسماً بی حیا و بی لیاقت خطابم کرده بود. دیگه اشکامم نمی اومد. دیگه حتی حرفم نمی زدم. دو روز خونه ندا موندم و رسماً از اون دنیا متنفر شده بودم. حتی یه بارم پیام نداد و زنگم نزد. ولی ندا دلش طاقت نیاورد. ندا به هی زنگ زد. یاسر سنگدل فقط گفت که رابطه ما دوستی بود و بس. قطع کرد. مامان و بابا متوجه حال خراب من بودن. به یک بار پیر شدم. شکستم. به خاطر آرزوها مردم. نه غذا میخوردم، نه حرفی میزدم، نه چیزی. فقط چشمم به گوشی بود که یه خبری ازش به هم برسه. سیم کارتش رو عوض کرده بود و هر چی زنگ می‌زدم خاموش بود. حتی اگه جواب میداد التماسش می‌کردم ترکم نکنه. من بدون اون می‌مردم. یاسر سلولای بدنم بود. یاسر رگ‌های تنم بود. یاسر خون و جون من بود. یاسر همه چیز من بود. یه هفته گذشت. مامان دیگه دست به نذر و نیاز کرده بود. ندا سحر رو خبر کرده بود اومد دیدنم. چقدر با دیدن سحر یاد گذشته افتادم و به گریه افتادم. اگه گریه نمی کردم حتما دق می کردم از غصه. ساعتها فقط سحر نوازشم کرد و آرومم کرد. از مامان خواست تنها باشیم. ندا براش گفته بود سحر پا به پای من اشک ریخت و گفت محمد از اول گفت منو نمی خواد. ولی یاسر که جون می داد واسه تو. بعضی از مردا کثیفن. حسنی رو یادته؟ با زور به هم دست درازی کرد و آخرش هم به همه گفته بود من باهاش دوستم. به خاطر پولش و باهاش رابطه دارم. چرا فکر میکنی با محمد تموم کردم؟ نقشه کشیده بود واسم. دیگه غصه نخور نگار جان. خدا از دل پاک تو با خبره. من تو رو میشناسم چقدر خوبی. خانواده به این خوبی داری؟ ما زنا همیشه چوب دلمون رو میخوریم. سحر کلی با هم صحبت کرد. سبک‌تر شدم.
سرش رو پایین انداخت و گفت دیروز که ندا به هم زنگ زد رفتم آمار یاسر رو گرفتم. با منشی جدید حسنی دوست شده. یه دختر بیوه رو کرد جایگزین تو. یه بار دیگه با شنیدن اون حرف قلبم شکست. علاقه و دوست داشتن من مخفی شدنی نبود. داشتم خفه می شدم. واقعا داشتم سکته می کردم. اگه سحر لیوان آب یخش رو نمی پاشید تو صورتم حتما مرده بودم از فشار عصبی. کار من شده بود ناخون جویدن و قصه خوردن. روزی 100 بار به سیمکارت خاموشش پیام می دادم. به امید اینکه یه بار روشنش کنه ببینه. راضی بودم تا عمر دارم دوستش باشم. جلوم خیانت کنه. حتی ازدواج کنه. ولی منو ول نکنه. تصمیم گرفتم اگه جواب بده بهش بگم راضیم بره زن بگیره. ولی با منم باشه. اون روزا دیوونگی رو به چشم دیدم. امین یه همسر نمونه واسه ندا بود و هست. وقتی دید که چقدر افسردم و یک ماه تمومه که حالم بده، از بابا اجازه گرفت که از طرف شرکت طرف قراردادش توی برج برای شام دعوت شدن به جای آرش منو ببره و بعدش برام دکتر پیدا کنه. چشمان گود رفته بود و حتی آب هم نمیخوردم. منگ بودم و مرده متحرک. شب قبل از رفتن بالاخره گوشیش رو روشن کرد. بیشتر از 1 ماه میشد بالای 200 تا پیام، 1000 بار تماس. 100 بار زنگ زدم جواب نداد. آخر به هم پیام داد. دختر حقیر و بدبختی مثل تو به درد من نمیخوره. تو داری از ضعیفی میمیری. این پیشنهادهای مسخرت بیشتر از چشمم انداخته تو. باز گوشیشو خاموش کرد.